بابا چرا جواب نمیدی هرچی بهت زنگ میزنم؟ از صبح تا حالا 100 بار بهت زنگ زدم، جواب بده دیگه. مامانو گرفتم، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. خواهش میکنم جواب بده گوشتو بابا. آخ تو کجایی؟ مشخص آسیب مغزی که دیده کاملا جدیه. سمت چپ بدنش هیچ رفلکسی نمیده. سمت راستش هم در حد فورس 1/5. بیستش دائم کنترل بشه. بله. نیاز به فیزیوتراپی هم داره. چشم. آقای دکتر، میشه خواهش کنم شما اینا رو به خانواده‌اش بگید؟ خانم مهرآفر، دکتر نامجو هستم. پسرتون ساعت رو خوشبختانه به هوش اومده. فقط متاسفانه نیمی از بدنش فلج شده و نیمی دیگرش فقط در حد حرکت 1/5 داره. این چی اینه که میگه من نکنم؟ متاسفم. تو میرا من کجا؟ وسط دادسرا با خانومت کودتا به پا کردی، بعد میپرسی من کجا؟ میرا از شما تشمه این بیرون سیما خانوم یه حرفایی میزد، قشنگ تعریف کن ببینم چی شده. آقا خبره که دست توه، ماجره اون انبار مسعود و مکمله تقلبی چیه؟ چرا فکر میکنی من همه چی رو باید بدونم؟ آقا سوال منه با سوال جواب نده، فقط حرف بزن. آقا مگه هر کی تو این شهر خلاف میکنه یه سرش باید به من بخوره؟ هر کی فرق میکنه مهران، مسعود رفیق 20 ساله منه، 10 بارم خودت خواستی پاشو بکشی وسط، من نذاشتم. الان میخوام بدونم دقیقاً مسعود چی کار است. میخوای بدونی که چی بشه؟ میخوام بدونم که مسعود تو کار قاچاق هست یا نه. آخه این دیگه سوال داره، چشتو واکن خودت میبینی. یعنی رفیق 20 ساله من میدونسته داره قاچاق میکنه به من نگفته، درسته؟ جواب منو بده. مگه تو این کارو میکردی به مسعود میگفتی؟ قرار این کار همینه جهان. آقا قرار ما این بود که مکمل اصل وارد کنیم، قاچاق بکنی پول گمرکشو ندیم، همین. خب الانم هم همین کارو میکنی، ما فقط پول گمرک نمیدیم. آقا چرت و پرت تحویل من نده، الان که گندش در اومده لاغر راستشو بگو. تو میدونستی مسعود با ماشین من قاچاق میکنه نگفتی، میدونستی مکملا واقعی نیست به من نگفتی، الان به من بگو من کجا این گند و کثافتم مهران؟ نگران نباش رفیق، تا چند وقت دیگه پروندت بسته میشه دیگه هم اینا بهت کاری ندارن. آره به من کار ندارن، اون رفیق 20 سالم که گند زد به رفاقت، تو هم که... من که چی؟ حرفتو کامل کن. من، تو، مسعود همه دنبال پول خوب بودیم، شما امکاناتشو داشتین، من راه حلشو گفتم. الان پای جون آدمیزاد در میونه، ما نباید دستمون به خون آلوده بشه. یارو تو بیمارستانه، چرا متوجه نمیشی؟ اونا اصل نبوده. عزیز من، نمیشه بری وسط دریا شنا کنی ولی خیس نشی که. آره 4 مکمل دارویی و قرص لاغری و این چیزا بوده، به بدن یکی نساخته رفته بیمارستان. الان من خودم چند وقت دارم لاغریشو استفاده میکنم. مسعود کجاست؟ نمیدونم، خودم دستم بهش برسه میکشم.
سلام. سلام عمو جون. ببخشید منتظرت گذاشتم. قبول باشه. ممنونم. میگم عمو جون، باید یه اتفاق مهمی افتاده باشه که یه سری به ما زدی. همینقدر که وسط این همه مشغله کاری تونستم ببینم بهتون خدا رو شکر. ببخشید این چند وقت خیلی کم بهتون سر زدم. واقعیتش اینه که اومدم در رابطه با یه مشکلی باهاتون دوباره مشورت کنم. فقط فرقش اینه که یه طرف این مشکل مربوط به مکملهای دارویی و شماست، یه طرف دیگهش مربوط به دوست 25 سالمه. با وجدانی که این وسط نمیدونم باید چی کار کنم. بگو عمو جون چی شده؟ بابایی جان نیکان گوشتو جواب بده. من گیج شدم، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. مامان بدجوری داره تنها میمونه. ازت خواهش میکنم برگرد دوباره همه چی رو درست کن. اصلا نمیفهمم دیگه کی داره راست میگه کی دروغ. برگرد به همه ثابت کن دارن اشتباه میکنن. ازت خواهش میکنم تا پیامم دیدی بهم زنگ بزن بابا. سلام، قربونت برم. سلام. آبجی کجاست؟ بالاست. شام نخوردی؟ سلام. چرا به بچه ها هیچ چی ندادی؟ یه چیزی از بیرون میگرفتی یا درست میکردی؟ ما اصلا میفهمیم تو چه شرایطی هستی. الان برای درستکاری شما باید سرقا بیستیم و کف بزنیم. به به خانم دکتر، از وجدان دیگه نداری. شما قسم خوردی تو دانشکده پزشکی آدم ساده بیباشی. بر از اینه دست بزنیم برای ما دست بزنیم. جهان واقعا در مورد من چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی من به خاطر سوت و کف و این چیزا رفتم این حرفا رو زدم؟ پس برای چی رفتی به پلیس گفتی؟ گفتم چجوری میخواد تو چش این بچه ها نگاه کنه؟ نه تنها سند نذاشتی برای مادرشون بیاد بیرون، یه کاری کردی که حالا اون تو بمونه. اصلا تو میدونی چه بلایی سر من آوردی؟ تو نگران کی هستی؟ نگران خودت یا نگران؟ نگران همه چیز. تو که گناهکار نیستی، از چی میترسی؟ چه ربطی به گناهکار شدن داره؟ آقا تمام اعتبارم از بین رفته، پیش همکارام، پیش رفقام. 20 سال کار کردم میفهمی این چیزا رو تو. اصلا مهتا کجا داری میری؟ هر جا بهتر از این خراب شده. جهان، جهان، جهان جان، جهان. آره ولی من ازم خانمو ببینم و حسابی ازش گله بکنم. سر حنا بندون دختر من همه اینا رو دعوت کردم. مگه این اصلا نباید برو خودشون بیارن؟ این نداره بابا. حنا بابا سف نکن، سف نکن اینقدر دیگه بابا. جا میندازه رو پا
زنه سابیسه نگاه بلکم اون دفعه اون گفتی زف نکن محکم نرم همه خونه تنها گذاشته بودی پس سیامک اومد خونه یه دفعه برو دوست رو درسه جن بسم الله الرحمن الرحیم جن بعد که خوش شده گفتی وا 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 این چیه چه رنگیه خوشم نمیاد پاکش کن با یه چیزی قرقر کردی ول کن بابا مگه من خوشم به من بر دست و پا دردم میذارم آخه برای چی اصلا حنا میذارن ها چه دست و پاشون درد میکنه حنا میذارن صورتشون لک میشه رو صورتشون حنا میذارن موهاشون میرزه رو کلهشون حنا میذارن مگه برای قشنگی میذارن حنا رو زن حسابی ما این خاصیتایی که تو از حنا میگی ها باید به سیما جون بگیم شرکت داروسازیشو تعطیل کنه یه شرکت حنا سازی بذاره راستی سیما پول تو داد؟ هنوز که سر برج نرسیده خب میدونم من بهش گفته بودم برای دختر احتیاج داری زودتر پول بده خدا رو شکر مشکل اون برطرف شده آقا سیامک حلش کرده خدا رو شکر خدا رو شکر سلام طلعت خاله خسته نباشی مگه تو قرار نبود وقتی میخوای بیای خبر بدی قبلش موبایلم خاموش شده و سر کوچه‌م انقدر شلوغه که نگو نمیدونم عروسیه هنا بندونه شما چرا انقدر خوشگل شدی شام خوردی من نه والا چیزی مونده از شام تو 15 سال چند بار دیدی آشپزخونه طلعت خانم خالی از غذا باشه ها اوه فهمیدم سیامک بیا بالا نیکانینا خب اینجوری که شما داد زدی همه محل فهمیدن سلام سلام جون خوش اومدی چه خبر سلام دایی سلام سلام پری سلام قربونت برم من دختر گلم آخه آخه فدا بشم من عزیزم سلام پس ماما کو میخواستم برم فرودگاه اومدم آنها رسوندن اینجا رفتن مام پس چه بوی بد میدی؟ خودت بوی بد میدی؟ من کجا بوی بد میدم؟ رو سرسون چه بودشون بوی بد میده؟ بشکی نکو خوب بین من و تو بچم خیمه سنگینی زده روش آه الان به پشت میتابه شده رو بد بدن از سرکولش بارا میده به کشه تو شک میبره اینجا موفق میشه حریفشو خاک کن کیه در دفعه زنگ زده؟ نه دایی دوستمه باش قهرم نمیخوام جواب بدم چه خواب سرد بود پسر گلم رفتم قشنگ پاک کردم که دیگه بیای تو بغلم خب؟ خیلی از دست سیما ناراحتم یعنی نمیتونست قبل رفتنش یه سر به مادرش بزنه؟ تو شماها فقط سیما درست حسابی بود که اونم حالا نگاه کن این جن سیامک رفته تو تنش من به سیما اصلا چی کار داشتم گفت که کار عجله پیش اومده اونم رفته دیگه زنگ در دوباره خراب شده ها شب که کسی نیست درستش کن مثلا مهندس یا مهندسم خاله طلعت برخوار که نیستم البته من به خاطر شما جوشکار بنا لوله‌کش اصلا خاک تو سر من خوبه اصلا شما جون بخواد به جایی که از در و بوم و پشت بوم میای فکری به حال این در بکن بقیهش پیشکشت
باشه. راستی سیامک چی شدی؟ کجا رفته بودی بندر؟ تونستی طلبت رو وصول کنی؟ دنبال کاراشم، یه کارایی هم کردم، درست میشه شد. یعنی واقعا تو عقلت نمیرسه؟ من چی بگم به تو؟ تو هم پول خودتو، هم پول همه این در و همسایه رو برداشت دادی به اون یارو که بره جنس بیاره. آخه من نمیفهمم، تو بابا تاجر بود، مادر تاجر بود. آم پرید، دوباره میخوای شروع کنی؟ کجا نیکان؟ چقدر مظلوم شدی هنوز، خوبی؟ آره خوبم، فقط کم خستم. ای مغصه باش، غذا بردم، کجا میری؟ میل ندارم طلعت جون. یه همین یکی عاقله بذار بمونه دیگه. میدونی دلم از چی میسوزه؟ از اینکه این همه درس خوندی این آخر عاقبتت. مام پای من تا 6 ماه پیش داشتم کل اهالی محل رو روزی میرسوندم، گفتی عقل کلم، الان یه دونه خطا کردم دیگه، از اصل و اصل کلن افتادیم پایین. من میکنم بیا دایی، اصلا مرد اولین کاری که میکنه پوشکوبیدنه. بیا بگینم اشتاده بفرما. پسرم نونتو بذار تو سفره، نظر اونجا روفه. من از ترشی بیارم آبدوش بده. ترشی هست؟ ترشی که هست. نه این ترشی سیر مخصوص دارم. بفرما خیلی جان. جهان کجا بودی؟ نگران شدم، نیکارم رفته تلفنم رو جواب نمیده. چرا میخندی؟ تو فکر میکنی من ناراحت نیستم؟ سیما دوست صمیمی منه، این خواهرم میمونه. تو فکر میکنی من ناراحت نیستم از اینکه براش سند نذاشتم؟ تو فکر میکنی من ناراحت نیستم از اینکه داره میره زندان؟ تو فکر میکنی من ناراحت نیستم از اینکه شوهرم از دستم دلخوره و روبرون وایستاده؟ من نسبت به جون آدم و مسئولم. من فقط نمیدونستم جواب خدا رو اون دنیا چی بدم. تموم شد؟ اما حسین قراره کمکمون کنه. به من یا به سیما؟ مگه فرقی میکنه؟ با این کارهایی که شما کردی فهم میکنه. من آدم نیستم تو این خونه. نه الان باید بهم بگی؟ خب دایی من چند بار زنگ زدم گوشیت خاموش بود. من کلن یه بار گوشیم خاموش بوده. دایی من فکر کردم دوباره تهران نیستی. بعدش هم من فکر میکردم مامانم میاد بیرون همه چی رو درست میکنه. نمیدونستم که اینجوری میشه. سیما هم خبر نداره از موبات؟ نه از اون روز از که با هم حرف زدن دیگه ازش خبر نیست. یعنی گوشیش خاموشه، هنوز هم خاموشه. دایی به نظرت اتفاقی افتاده واسه بابام؟ یه دقیقه منو نگاه کن دایی. چیه؟ نه بابا چه اتفاقی؟ آقا سیامک، نیکان مادر کجا رفتی؟ اومدیم خاله. شام یخ کرد، بیاین دیگه. آخه مامان بابای تو اصلا شکل این حرفا هستن؟ اینقدر نگران نباش بابا جان. بذار من فردا یه زنگ بزنم به جلال، این رفیقم تو دادگستریه، ببین چیکار میتونه بکنه. مطمئنی کاری از دستش برمیاد؟ سیامک چیکار می‌کنی این همه وقت تو حیاط؟ مامان جان الان میای. بابا شام یخ کرد. بریم، یعنی کل محلا رو خبردار میکنه من اینجا. اما میام. اون نگران نباش دیگه، اخمات هم واس کنن، کشتیات غرق شده. فقط اومدی تو نزو مامان پری بفهم همین. باشه. منم زودتر میرم، گفتم میام ترشی میبرم، تو بعد من بیا. الو. الو الو بابا مسعود خودتی؟ الو بابا 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 الو الو بابا صدامو داری؟ خاله بیا تو.
طلا. وسایلم تو ماشین مامانم جا مونده بود، اونا رو برداشتم. نیکان هیچ معلوم هست کجایی؟ کلی نگرانت شدم، یعنی دیشب 10 بار بهت زنگ زدم. اگه به مامان پری زنگ نزده بودم که از نگرانی مرده بودم. نمیخواد نگران من بشی، به اندازه کافی بزرگ شدم. میری و خبر نمیدی هیچ اشکالی نداره، ولی حرمت بزرگی و کوچکی رو نگه دار. حرمت؟ رفاقت چی؟ اون حرمت نداشت؟ نداشت؟ به مسائل من و مادرت دخالت نکن. من و مادرت این دوتا خواهر میمونیم. گاهی وقتا یکی باید جلوی اشتباه اون یکی رو بگیره. مادرت بعدا خوب میفهمه اینو. نیکان چی شده؟ نیکان همو بیا من میرسونم. نه خدا ای بابا، این پدر و مادر لجبازیه، بیا برسونم دیگه. راحت کن یعنی چی؟ بیا سوارشو. کامرت هم ببین. فکر نمی‌کنی شاید بهتر بود حرفای مهتاب هم میشنیدی؟ اگه حرفش درست بود خود شما قبول میکردی، نه اینکه دیشب دعواتون شه. مهتاب یه چارچوبایی داره، خیلی ها باش کنار نمیان، ولی من قبولشون دارم. ولی من دقیقا برعکس شما، چارچوبی که توش فروختن رفیق باشه رو من اصلا قبول ندارم. تو فکر میکنی پدر مادرت هیچ وقت رفیقاشون رو نفروختن؟ زودتر تعطیل میشم، یادت نره. خدافظ. دخترم تندتر از این نمیشه، ترافیکه.
بذارید همین مکمل رو جمع کنن. چطور میگید نمیدونستید؟ توضیح میدم. همسر من مثل همیشه رفته بود یه سفر کاری. یه شب با هم تماس گرفت. خیلی نگران بود. از من خواست یه سری اسناد و یه سری فایلایی که تو سیستم بود از شرکت خارج کنم. حتی بهم گفت همه جنسایی که به داروخانه دادیم رو مرجوع کنم. هرچی ازش پرسیدم چی شده برام توضیح بده، گفت پای تلفن نمیتونم بگم، برگردم برات توضیح میدم. بقیهش هم که خودتون در جریان دیگه. چرا زودتر نگفتیم؟ خب خیلی ترسیده بودم. از یه طرف میدونستم داروها پخش شده، از یه طرف نمیدونستم چرا باید مرجو بشه. اصلا میومدم اونجا میگفتم شما باور میکردین؟ همین الان هم که دارم میگم شما باور نمیکنید. نه هنوزم باور نمیکنم. نه مهر تایید شما پای تمام مکملا خورده. مدارک الان کجاست؟ تو یه سری فلش بود با یه سری اسناد. آخرین بار تو ماشینم بود. از محتویاتشون خبر داری؟ نه هیچی، ولی انقدر اهمیت داشتن که از من خواست که از شرکت خارجشون کنم. فکر میکنید اگر میدونستید شرایطتون الان بهتر بود؟ لیست داروخانه‌هایی که مکمل رو توش پخش کردیم. اگه جای دیگه ای هست که اسمش تو اینا نیومده اضافه کنیم. چشم. سلام عرض شد. خسته نباشید. سلام، خوش آمدی. خوشحالم که سازمان غذا و دارو شما رو به عنوان نمایندشون معرفی کرد. تجربه سالهای قبل خیلی تجربه خوبی بود. فکر کنم مربوط به 10 سال پیش میشه، نه جناب تدایون؟ 11 سال پیش. البته اون موقع شما هنوز سرگرد نشده بودید. خب تا الان کار به کجا رسیده؟ روند تحقیقات رو براتون فرستادم سازمان. بله خوندم. نکته اینه که مکمل‌های دارو که سالمم هست به تاییدیه وزارتخونه هم رسیده، نه تو مکمل‌های پخش شده شرکت، نه انبار. پس با این حساب یا تو مسیر جا به جا شده یا اینکه ما با یه بار مکمل دیگه رو هستیم، درسته؟ البته این یه احتماله. سلام، حال شما خوبی؟ ببخشید بعد موقع مزاحم شدم. یه دونه سری مدارک هستش توی ماشین خانم علایی، اونا رو باید به خودم انتقال بدم بده. مدارک؟ بفرمایید.
الو الو سلام بابا. بابا کجایی؟ الو صدت قطع و بست میشه بابا. بابا بشه یکی از شروسا کجاست؟ اونه اولی کوچه بری ممنون. با کی کار داری؟ بابای مسعود فخاری کار دارم. شما؟ دخترشون.